گاهی وقتا فکر میکنیم که الهی هیچکی به در مورد ما نیت بدی نداشته باشه. ما خوشبخت میشیم اگر هیچ کس برای ما فکر بدی نکنند، برای ما توطئه نکنند، زیر پای ما رو نخوان خالی کنند، فرش رو نخوان از زیر پای ما بکشند. اگر همه تصمیم بگیرن انشالله، اگر اما که با ما خوب باشن، ما انشالله که سالم زندگی خواهیم کرد. میخوام به شما بگم دوست عزیز، این خیال باطله. شیطان بر من و شما استراتژی داره، شیطان بر ما برنامه داره. شما وقتی به انجیل یوحنا فصل 10 آیه 10 میرید نگاه میکنید، میگه شیطان میآید تا بدزدد، تا بکشد، تا هلاک کند. دقت کنه چقدر برنامه او حساب شده است. بکشد، هلاک کند، بدزدد. اول میدزدد، غارت میکند، چیزهایی که داریم رو از ما میگیرد و بعد ما رو میکشد، کشتن نابودمون میکند و بعد ما رو به هلاکت میرساند. بین کشتن و هلاکت یه فرقی هست. این کشتن مرگه و خیلی ها را کشتند اما نتونستن هلاکشون کنن، نتونستن کثیفشون کنن، نتونستن محوشون کنن. مردن ولی با مرگشون زندگی کردن و خیلی کسا شاید هنوز نمردن، هلاک شدن. هلاک یعنی فنا شده، کثیف شده، از بین رفته. و شیطان چنین یک برنامه‌ای داره. بله برای مقدس‌ترین ها، بله برای خانم‌هایی که خیلی عفت دارن، خیلی احساس اقتدار دارن، خیلی محترم هستن، با شخصیت هستن. شیطان برای بالا و پایین، شرق و غرب، شمال و جنوب، سیاه و سفید، کوچک و بزرگ، مسیحی و غیر مسیحی، ایماندار و بی ایمان، طرحی دارد. او آمده است تا بکشد، او آمده است تا بدزدد، او آمده است تا هلاک کند. یه عده رو هلاک میکنه، از لحاظ اسم، از لحاظ موقعیت، از لحاظ ارزش‌های انسانی، اخلاقی، راه میره، زندگی میکنه، ولی هلاک شده است. و یه درم میکشه و یه درو هم میدزده. اما اجازه بدید به شما بگم، در کنار استراتژی شریر که دزدیدن، که کشتن، که هلاک کردن ماست، در همون آیه 10 باب 10 کتاب یوحنا اگر دقت کنید، یه بند دومی وجود دارد و اون اینه که میگه عیسی مسیح آمده است تا ما حیات را تجربه کنیم و اون رو به طور مضاعف، به طور دو برابر، به طور وسیع‌تر، برکت‌یافته‌تر تحصیل کنیم، تجربه کنیم. پس دوست عزیز، در کنار برنامه و استراتژی شیطان و شریر، طرح و اراده مقدس و مبارک خدا هم وجود داره. و اگر شما تمام تمرکزت رو روی دشمن، روی منفی، روی قسمت اول این آیه که آقا می آید که ما را بکشد شریر گذاشته باشید، روی اون متمرکز بشید، مطمئنن در ترس و نگرانی و ناراحتی و بدبختی و استراب به سر می برید. اما دعوت می کنم به قسمت دوم متمرکز بشید، به طرح خدا. و میخوام به شما بگم طرح خدا احتیاج به همکاری من و شما داره. او آماده است که ما زندگی رو تجربه کنیم، وسعت بگیریم، برکت بگیریم. و اینجاست که اگر متمرکز این طرح خدا شدیم، طبیعتاً آرامش، امنیت و تحمل و اقتدار به زندگی ما خواهد آمد. فیض خدا با شما باشد. دست شماست با استراتژی شریر زندگی کنید یا با طرح و اراده خدا.